سلام عرض شد مخلص همگی چاکر دوباره در خدمتتون هستیم با برنامه درس عشق به امید خدا به امید خدا همه امید ما باید به خداوند باشه، به خدایی که ما میشناسیم نه خدایی که نمیشناسیم. چون ما اگه به حالا قدیم که دیگه هر کسی ایران به یکی یه قولی میداد، اصلا زندگی ما انگار که همش رو قول یکی دیگه بنا میشد. یه کاری میخواستیم بکنیم، میرفتیم به یه طرف میگفتیم آقا فلان جا آشنا داری، میگفت آره بابا چاکرتم آشنا، چه آشنایی. فوری امید خودمون رو میذاشتیم چی؟ رو اون طرف، چون دستمون زیاد هم به جای بند نبود دیگه، امیدمون رو میذاشتیم رو اون طرف. خب بعد اون طرف میومد و بعد ما رو یه جورایی ناامید میکرد، چون خب دیگه آدم امیدش رو بذاره توی انسان دیگه، اونم انسان دیگه تا چه حد میتونه کار کنه؟ امید ما چی میشد؟ به ناامیدی میرسید. ولی اگر یه کسی رو پیدا میکردی، حالا دیگه فامیل خیلی نزدیک بود یا برادر بود، حالا بگیم برادر، دایی، عمو، برادر بود، از ته قلبم شما رو دوست داشت، خیلی کارم از دستش برمیومد، میگفت یه کاری برات میکنم، بعد این کار رو میکرد، دوباره 6 ماه دیگه میگفت این کار رو براتون میکنم، دوباره اون کار رو انجام میداد. بعد از 1 سال یه مسئله دیگه پیش میومد. پس چیکار کردیم؟ نیست که با اون طرف زندگی میکنیم، اون طرف هم به ما نشون داد که ما رو از ته قلب دوست داره، پس چی؟ امیدمون رو یه جورایی میذاشتیم رو اون طرف، بعد میدونستیم که ما رو ناامید نمیکنه، اگر دستش بر بیاد ما رو ناامید نمیکنه، چون ما رو دوست داره، نمیخواد ما رو ببخشید مثلا یه جورایی سرمو شیره به ما رو یه کلا بذاره یا رو دروسی بیفته. پس امید ما رو اون طرف یه جورایی میتونست بشینه. چرا؟ چون طرف به ما نشون داد. خدایی که دنیا رو آفریدم همینه دیگه. خب باید بشناسیمش. خدایان زیاد هستن. خدای واقعی یه دونه است. ولی خب هر دینی یه خدایی داره. ما اگر خدا رو نشناسیم، خب نمیتونیم واقعا امید خودمون رو روی خداوند بگذاریم. اگر خداوند رو بشناسیم، میتونیم امید خودمون رو روی خداوند بذاریم. حتی اگر زندگی طوفان بشه، سیاهی بیاد، جنگ بشه، ناراحتی پیش بیاد، زلزله بیاد، باز هم میدونیم که این خدایی که دنیا رو آفرید، ما میتونیم امید خودمون، امید ما چیه؟ امید به چی؟ امید به زندگیمون، امید به بچه‌هامون، امید به کارمون، همه چیمون رو میتونیم 2 دستی تقدیم این آقا بکنیم. کی؟ خداوند. مثل یه گاف صندوقی میمونه که هر چیز قیمتی رو شما میتونین تو اون گاف صندوقه بذارین. میدونین که دزد نمیتونه بیاد بزنه اونا رو. چرا؟ اون گاف صندوقه رو یه کسی ساخت که هر کسی نمیتونه بهش دست بزنه. خداوند ما هم همینه. تمام چیزایی که انجیل میگه شما میتونین امید خودتون رو روی اون بذارین. واسه اینه که هم اول برنامه گفتم به امید خداوند، به امید خداوندی که چیکار میکنه؟ هیچ وقت ما رو ناامید نمیکنه و ناامید نمیگذاره. شاید تو سختی ها بریم، شاید یه جورایی شیطون بیاد یه جورایی امید ما رو با اون کلک و حقه، آخه شیطون از طریق فکرای بد میاد دیگه، میدونه با ما چجوری صحبت کنه، مثل یک وکیل خوب قانون رو میدونه. ولی بازم هر چقدر اون امید رو ما رو بدزده، نیست که با خداوندی که دنیا رو آفرید ارتباط داریم، هر روزم یه برنامه گفتم با خداوند قرار میذاریم، مثل دختر پسرا با هم قرار میذارن، با خداوند قرار میذاریم، همیشه به اندازه اون روز به شما امید میده. شاید امید شما انقدر قوی نباشه که مثلا برای یه ماه دیگه شما رو بکشونه، ولی برای اون روز به اندازه کافی 100% ایمان، امید، خوشحالی برای اون روز به شما میده. ما اگه بخوایم امیدی که یا ایمانی که یا خوشحالی که امروز داریم برای فردا خرج بکنیم، نمیرسه گاهی اوقات، چون من انقدر امید ندارم یا ایمان انقدر قوی نیست که بدونم آقا مثلا 2 سال 3 سال دیگه چی میشه. خب من که نمیدونم 2 سال 3 سال دیگه چی میشه. من اگه بخوام همین شکلی نگاه بکنم، میگم آخ 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 آخ، من به اندازه کافی این ندارم، به اندازه کافی اون ندارم. ولی امید رو خداوند روزانه به ما میده، مثل پدر مادرای قدیم دیگه. پدر میرفت به اندازه کافی برای اون روز نون میآورد، حالا یا پنیر میآورد یا سبزی میآورد یا گوشت میآورد، به اندازه اون روز معمولا ما غذا رو
داشتیم. عیسی مسیح میگه من نون خداوندم. به یهودی ها میگفت پدران شما در چی میگفتن؟ دزرت، در صحرا، در کویر نون خوردن ولی مردن، ولی من کسی هستم، عیسی مسیح میگه، میگه من کسی هستم که اگر از من بخورین، گفت من نان خداوندم، هیچ وقت نخواهید مرد. خب ما انسان ها خب یه لحظه میمیریم، بدن ما اینجا میمیره، ولی خب واقعا که نمیبینیم که در خداوند زنده میشیم. به نظر من مردن اصلی همین تو این دنیاست، همینجا که الان من دارم زندگی میکنم. توی یه برنامه گفتیم انگار که گاهی اوقات مردگی میکنیم. چرا؟ چون امید تو این دل ما نیست. وقتی امیدم که نباشه، ایمانم که نباشه، حالا هرچی هم وضع ما خوب باشه، امید نیست. الان خدایی نکرده، من شنیدم سیامک جان میگفتش که بابا الان یه جورایی خاورمیانه الان شلوغه. خب من اگه بخوام به اونا فکر بکنم، امید نداشته باشم که خداوند خودش یه کاری میکنه، خب من دلم میترکه. میگم بابا ما خانواده ما تو ایران هستن، خب بعد برادران و خواهران ما تو سوریه یا حتی تو فلسطین یا حتی تو اسرائیل، تو خاورمیانه، چون همه آدم هن دیگه. حالا من با دولت مردان کار نداریم، آدما، پدرها، مادرها، خاله ها، دایی ها، عموها، تو فلسطین، تو اسرائیل، تو تمام کشورهای دیگه. خب اگر خداوند به ما ایمان و امید روزانه نده، خدای نکرده اصلا انگار که آدم مرد، اون روز مرد. چقدر تو ایران خبر میشنیدیم انگار که هر روز آدم میمیره، انگار هر روز این قلبش تکون میخوره، آخ اینجا چی میشه، آخ اونجا چی میشه. خب پس خداوندی که دنیا رو آفرید، اگه بیا تو این قلب زندگی بکنه، به اندازه همون روز شما هر چی بخواین بهتون میده و زندگی اصلی شما داخل قلبتونه، که این قلبه باید راحت باشه، که اعصابه روانتون الهی که راحت باشه، الهی که خداوند نه فقط مشکلات بیرونتون حل کنه، اونم حل کنه، الهی که خداوند مشکلات داخلی شما رو حل بکنه، که هر چی هم بشه، خدایی نکرده جنگم که شد، خدایی نکرده هر اتفاقی که افتاد، جنگ داخلی تو شما نباشه. خیلی کشورها هستن وضعشون خوبه، جنگ نیست. مثلا امریکا خب الان جنگ نیست چون کشور قدرتمندیه، ولی اگر برین تو خانواده های طرف، میبینین تو خانواده های طرف جنگ هست. جنگ جهانی اول که بود، دوم بود، سوم هم هست، چهارم هم میاد. پس چی؟ توی خانواده ها جنگ جهانی هست. جنگ جهانی یعنی جنگی که تمام جهان رو میگیره دیگه. ما اگه به اندازه کافی ایمان، امید، محبت نداشته باشیم، تو خانواده ما هر روز جنگ هست. خب پس جنگ جهانی اتفاق افتاد، گاهی اوقات ما خبر نداریم، سوم و چهارم و پنجم و ششم و همینطوری بگیریم بریم بالا. خود مسیح میگه بیاین من به شما آرامش میدم. خب این آرامشش آرامشی نیست که فقط در زمان صلح با ما باشه، آرامشیه که در زمان جنگ هم با ما هست. چرا؟ چون میگه من خودم پادشاه آرامش هستم، آرامش رو به شما میدم. کسایی که تو خاورمیانه هستین، اگر یک اخباری میشنوید فوری تنتون نلرزه. من از روح قدوس، ما هممون، ما به ما میگم بدن مسیح، از روح قدوس میخوایم که به شما که تو ایران هستین، تو خاورمیانه هستین، تو افریقا هستین، تو هر جایی هستین، کمک کنه آرامش عیسی مسیح رو بیاره تو این قلبتون. وقتی شنیدید خدایی نکرده یه کشوری میخواد به شما حمله کنه، اون وقت خداوند آرامش بیاره تو قلبتون. الهی که خداوند تو قلبتون یه چیزایی بندازه که هیچ وقت دلتون نخواهین کشور شما بری یه کشور دیگر رو به جنگ و با اون مبارزه بکنه. الهی که خداوند همیشه تو زندگیتون، تو قلبتون، تو چشتون، تو اون وجودتون آرامش خودش رو بیاره، که نه شما با کسی جنگ بکنی، نه کسی با شما جنگ بکنه، نه تو خانواده شما جنگ باشه، نه تو روح شما، نه تو جسم شما، تو روان شما دیگه جنگ باشه. خداوند الهی که امید برای شما بیاره. شاید به اطرافتون نگاه بکنی یا بگی من پیر شدم، یا من ضعیف شدم، یا من معتادم، یا دیگه دندونام افتاد، یا دیگه کسی با من کاری نداره، یا من بی پولم، یا هر چیزی، که خداوند بیاد امید خودش رو تو شما بریزه از طریق روح قدوس، که امید دار بشین،
امید مثل چی میمونه؟ مثلا مادرهای ما چجوری باردار میشدن؟ خب ما رو آوردن، اول باردار شدن دیگه، اول ما به صورت امید تو قلبشون زندگی میکردیم. موقعی که ازدواج کردن خب بچه ای نبود، اسم بچه هم که نمیدونستن، اول امید بود، امیدی که دوست داشتن بچه دار بشن. خب این امیده چی شد؟ بعد اون اومد تو تنشون، تن مادرامون. بعد چی شد؟ یه 9 ماهی گذشت. بعد چی شد؟ حالا بعضی حالا 9 ماه خورده بیشتر، بعضی وقتی دیدی 6 ماه به دنیا اومدن، ولی به خود طرف عجله داشت، ولی به هر حال اومد بیرون، یک اون یه مدت باید میگذشت. بعد اومد به دنیا اومد، این بچه به دنیا اومد، حساب بکنین امید به دنیا اومد. بعد حالا باید صبح تا غروب هی گریه میکنه، هی باید بهش برسین، هی شلوارش درست بکنه، هی بهش قضا بده، ولی این بچه یه روزی به امید خدا بزرگ میشه. اون وقتی که میاد به درد پدر مادرش میخوره، به امید خدا به درد پدر مادرش میخوره. به درد پدر مادرم نخوره، پدر مادر حزم میکنن که طرف رو نگاه کنن. امید خداوند، ایمان خداوند، هر چیزی که از خداوند میاد، اول میاد تو بدن آدم، انگار که آدم رو باردار میکنه، قلب آدم رو، جون آدم رو باردار میکنه. از امید، از ایمان، از خوشحالی باردار میشین. ذره ذره شما و مادره، هر چی که میخوره اون بچه هم میخوره دیگه، مادر و بچه یکی میشن. شما و ایمان، شما و امیدی که از خداوند میاد، ذره ذره چی میشین؟ یکی میشین. روحیه شما میره اون تو اون ایمان، روحیه ایمان میاد تو شما. شما دیگه فقط ادعا نمی کنین که ایمان دارین، یا پوز نمیدین جلو کسی امید دارین، یا الکی نشون نمیدین که من خوشحالم. خودتون اون داخلتون، مثلا سوزی خانم من همیشه انگار یه جورایی از فیض خداست، از اونه، از فیض خداست. من یاد گرفتم باید بگم از فیض خداست، والا یه خیلی پرید رفت. از فیض خداوند همیشه خوشحاله. من ذره ذره دارم از اون یاد میگیرم که این خوشحالی توی تن من بیاد، همیشه اینطوری یه جورایی اینطوری نباشیم، این شکلی نباشیم، خوشحالی باشه. من امروز به سیامک میگفتم، گفت کاملا جا هوا خواستی، من میام این جلو میرخصم. گفتم حالا یه خورده به صبر بکنیم، ذره ذره حالا ملت رو نترسونیم. من اینجا به هر حال خوشحالی سیامک میخنده. آی 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 اینا همش باید بره تو این قلب ما، مثل باردار شدن، ذره ذره باردار بشیم از خداوند. حالا مردم میگن خود برو باردار بشیم، ما نمیخوام باردار بشیم. بابا قلبم رو میگم، قلب ما باردار بشه. شما وقتی که یه خورده جوان‌تر بودی، این مردای کلا مثلا ناراحت شدین، جوان‌تر بودین، خانومتو که دیدین یا یکی رو دیدین، قلبتون باردار شد دیگه. از چی؟ از عشق باردار شد دیگه. خب یکی باردار میشه چیکار میکنه؟ خدای نکرده بعضی میگن ما بچه نمیخوام، میرن چیکار میکنن؟ ایران میگفتیم کورتاج میکنن دیگه، خدای نکرده بچه رو میکشتن. عشقم همینه دیگه، امیدم همینه، آقا ما اصلا نمیخوام، اینا میزنن میکشن. یا ازش نگهداری میکنین که از طرف خداوند اومد. الهی که قلبای همه ما باردار بشه از امید، از ایمان، از تمام چیزهای خوب خدایی. اصلا راجع به موضوع امروز صحبت نکردیم هنوز، یه 15 دقیقه گذشت. من هنوز تازه همون اول گفتم به امید خدا، 15 دقیقه رفتیم اونوری. خب حالا موضوع میخواستم که امروز صحبت کنم اینه، آیا تا به حال تمام اختیار زندگیتون رو به خداوند دادید یا نه؟ خب امروز برنامه ما 15 دقیقه اختیارش دست اون بود، ما رو کشون برد. خب 15 دقیقه دیگه هم اختیارش دست اونه، هر کاری که خودش بخواد انجام میده، الهی که هر چی که اون میخواد بشه، چون اون همیشه خیر ما رو میخواد. یه خورده نفس بکشیدم، 15 دقیقه صحبت کردم نفسم رفت. خب آیا تا به حال تمام اختیار زندگی خودتون رو به دست خداوند دادین یا نه؟ به سیامک جان میگفتم که نظر چیه؟ گفت ما گاهی اوقات میگیم که خدایا اینقدر از اختیار زندگی ما مال خودته، ولی اینجا نه، اینجا یه اتاقیه که اینجا اختیار نداری و جای دیگر رو داری. خب ما تو برنامه قبلی هم گفتیم این خدایی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، میتونیم بهش اعتماد بکنیم. البته خب اون اعتماد هم ذره ذره میاد و از طریق روح قدوس میاد، ذره ذره میاد نیست که باش زندگی میکنیم، اون تو قلبمون زندگی میکنه، به ما امید میده، به ما خوشحالی میده، به ما ایمان میده، ذره ذره بهش اعتماد میکنیم. درسته اعتماد از روح قدوس میاد، از روح القدس میاد، روح خود خداوند تو قلب ما.
ولی میاد باردار میکنه این قلب ما رو، باید ذره ذره باش کار کنیم. میتونی نیست که یک دفعه یک ایمانی میاد تو این قلب ما دیگه اصلا ایمان رشد کرده، انگار که مثلا یکی بگه من میخوام بچه دار بشم، یکی بره یه پیرمرد 90 ساله رو بیاره بگیم بچه‌ت، میگه آقا دیگه الان دیگه زحمت نکش دیگه، این یکی دیگه بزرگ کرد، بعد زندگی خودش هم کرد، الان 90 ساله دیگه بیا بچه‌ت. میگه بابا جون من درست یکی دیگه اینو بزرگ کرد، من زحمتش نکشیدم، ولی من بچه خودم رو میخوام. یعنی چی؟ دوست دارم مثلا همون 6 ماهگیش، همون 2 ماهگیش گاهی اوقات گریه میکرد، گاهی اوقات غر میزد، گاهی اوقات شلوار خودش یه جورایی کثیف میکرد، اونو من میخوام که من اونی که تو تن من بزرگ شد. خب ایمان، امید، خوشحالی، خود روح القدس که اومد تو مریم چجوری شد؟ عیسی مسیح شد دیگه، ولی اول کوچیک بود دیگه، ذره 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 خود خداوند، تو برنامه قبلی هم گفتم این فروتنی خداونده، بزرگ شد اومد بیرون تو این جهان که بعداً جون خودش رو برای ماها داد. عجب عجب عجب. خب حالا چرا تمام اختیار زندگی خودمون رو دست این خداوند بدین؟ ساده صحبت کنم، من و شما چند سال اینجا زندگی کردیم؟ بعضی پیرمردا میگن من از تو یه 15 تا یا 10 تا یا 8 تا پیرن بیشتر پاره کردم. من میدونم، آره میدونی، قربون اون شکل مواد برم، خیلی هم میدونی، ولی خب خداوند از شما چند تا بیشتر پیرن بیشتر پاره کرد؟ البته خب اون پاره نمیکنه، اون پیرناش باید پیرنای خیلی خوب باشه، ساخته چین نیست، ساخته اون بالا، حالا پیرن چینی هم بد نیست، ولی خب اون چند تا پیرن پاره بیشتر پاره کرد. خب پس ما میتونیم به اختیار خودمون رو به دست اون بدیم، به شرطی که باش ارتباط برقرار بکنیم، چون خدا تو این جهان خیلی ها میگن ما خداییم، رهبر نمیدونم سر این دینه میگه من خدا اینه، سر اون دین میگه خدا اونه، اون خدایی که دنیا رو آفرید، ما میتونیم اختیار زندگی خودمون رو به دست اون خداوند بسپاریم. خب ما میگیم عیسی مسیح کلام خداوند شد، روی زمین اومد قدم زد. خب حالا یوحنا، من این رو به فروزان جان نگفتم، حالا شاید روی صفحه نیاد، یوحنا باب 10 آیه 11، عیسی مسیح میگه من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا میسازد. خواهر اینجا این خدایی که میاد روی زمین مرد و مردونه، دیگه دستور نمیده، میگه من میام یکی از شماها میشم. خیلی ها ممکنه بگن داری کفر میگی، من کفر نگفتم، اگر کفره خود خدا کفر گفت، اگر این کفره با اومدنش روی زمین کفر کرد، خب برین یقه اونو بچسبین، چون اون خودش گفت من میخوام روی این زمین بیام قدم بزنم، کسی هم جلو من رو نمیتونه بگیره. کلام خداوند اومد روی زمین به صورت عیسی مسیح قدم زد، گفت من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می سازن. خب اگر تو یکی از برنامه هم گفتیم اگر ما مثل گوسفندیم، خداوند مثلش، ما تو گله اون هستیم، باید متوجه بشیم اولا تو کدوم گله ما هستیم. گله ها مختلف دیگه، یه گله مثلا گله مسلمونیه، همه مسلمون ها خواه میگن خدای ما اینه، ما تو این گله هستیم، یه گله دیگه گله مثلا بهاییته، یه گله دیگه گله چیه؟ گله، حالا ناراحت نشینا، اینا رو مثلا تو انجیل نوشته، اینا اصطلاحاته. یه گله گله چیه؟ مثلا گله مسیحیته که ما میگیم مسیح شبان ماست. یه گله دیگه گله بودایی هست، میگن خب رهبر ما اینه، رهبر گله ما اینه. مسیح میگه من یک شبانی هستم که جان خودم رو برای گوسفندان خودم میدم. خب این خدا، من میتونم اجازه کامل زندگی خودم رو به این خدا بدم. چرا؟ این خدایی که اولا خیلی وقت خدا بود، ثانیاً اولین خدا و آخرین خدا و تنها خدای جهانه، ثالثاً که گفت من میام روی این زمین قدم میزنم، فروتن میشم که بیام به شما کمک کنم. کدوم پدری نمیگه که من بچه‌م حتی توی چاه و چاله بیفته من میرم کمک بکنم؟ خدایی نکرده یه پادشاه، یه رئیس جمهور،
یه کسی که قدرتمندترین آدم روی زمینه، خدای نکرده وقت میبینه بچهش افتاد توی چاهی. اصلا ما اون قدیما که چای ببخشی چای توالت چاهی بود، یه جورایی میتونستیم هم ببینیم. ما اون شمرزاد که میرفتیم میدیدیم، مثل الان انقدر مجهز نبود. خب ما یه دفعه یه مرغی افتاده بود تو اون چاه، مرغ یکی رو عجیر کرده بودیم بریم تناب بسته بودیم، ما بچه بودیم دیگه، کمرش که بره اون مرغه رو بگیره. ای بابا، خب خدای نکرده یه پادشاهی ببینه بچهش افتاد توی چاهی، اصلا یه چای مثلا فاضلاب، یه چای خیلی بد، خیلی بد، چایی که اصلا بو میده، جایی که آدم سرش درد میگیره بره بره اون طرف اون چاه. پیش خودش میگه بچه داده هوار میکنه، میگه کمک کمک، پادشاه میگه من پادشاهم، تو خودت فلان فلان شده، چرا افتادی تو اون چاه؟ خب اگه پادشاه پدر اون بچه باشه با سر شیریجه میزنه تو اون چاه، تازه لباس و تاج و عبا عمامش هم در نمیاره، با سر شیریجه میزنه، نمیگه من کثیف شدم، خدام با سر شیریجه زد اومد روی زمین. که ما میگیم نه بابا، استغفر الله، گناه این حرفا رو نزن، خداوند خیلی روحانیه، یعنی چی شیریجه زد اومد روی زمین؟ ما کارو خراب کردیم، تو اون چاه فاضلابه افتادیم. حالا یکی میگه خودت تو چاه فاضلابه افتادی، باشه من تو چاه فاضلابه افتادم، احتیاج داشتم که اون بیاد من رو نجات بده. واسه اینه که میگیم عیسی مسیح نجات دهنده دنیاست. خودشم گفت، هیچ کسی تا حالا نگفت من اومدم نجات بدم شما رو. همه اومدن گفتن که بیاین خوب بشین، بیاین این کارا رو بکنین، اگر تو چاه افتادی از چاه خودت در بیا، مواظب باش دیگه نیفتی، اگر افتادی پدرت در میارم، ولی خب دوباره دیگه حالا اون دوروریا داده هوار بکن، دوروریا بیان دنباله. خداوند میگه من تو هر چاهی که هستی میام تو رو در میارم. واسه اینه که ما میتونیم اختیار زندگیمون رو به همچین خدایی بدیم، هر جایی که دلت خواست برو، هر اتاقی تو این قلب من وجود داره برو، تو کار من برو، تو زندگی من برو، تو روان من برو، تو جون من برو. تو میخوای کفر بگی بگو، اگر اومدنت رو زمین کفر بود خودتی دیگه. خب بیا، ممکن اون دوروبری های پادشاه بگن که این کار رو نکن، نکن، نرو، نرو اون تو، کثیف میشی، ما رو بفرست. این میگه آقا من دیگه شما رو فرستادم، شما پیغمبرها، شما کسای دیگر رو خیلی وقت فرستادم که بچه های من رو بکشین بیرون، نتونستین، خودتونم اون تو گیر کردین. درست من پادشاهم، درست من خودم، خودم میخوام برم، میخوام ببینم کی جلوی من رو میگیره، شیریجه میزنم میرم اون تو، بچه های خودم رو پیدا میکنم، هر کسی دیگر رو فرستادم کسی نتونست کاری بکنه. خب به این خدا البته که من اختیار زندگی خودم رو میدم. البته که یه وقتی جنگ، خدایی نکرده جنگ بشه، قلبم انقدر نمیلرزه. چرا؟ به فردای خودم اعتماد ندارم، ولی میدونم اون خدایی که دنیا رو آفرید تو هر منجلابی هم که کستیگه برای ما ایجاد کنه، یا ما برای کستیگه ایجاد کنیم، یا کسی برای ما ایجاد نکرد، خودمون شیریجه زدیم، یا دولت مردان ما ایجاد کردن برای کشورها، خداوند خودش میاد کنار ما وامیسته تو هر منجلابی که خدایی نکرده ما گیر کرده باشیم. جنگ جهانی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، ما انقدر از جنگ‌های دیگه می‌ترسیم، خدایی نکرده از جنگ‌های دیگه می‌ترسیم، تو خونمون جنگ داریم، خودمون نمی‌دونیم که بابا خدا خیلی وقت داره داد می‌زنه، میگه بذار من بیام تو خونت که تو خونت انقدر جنگ و دعوا نباشه. حالا یکی ممکنه بگه من تو خانواده‌ام جنگ و دعوا نیست، خداوند میگه تو خانواده جنگ و دعوا نیست، ولی گناه یک جد بر علیه تو داره می‌جنگه. تو فکر می‌کنی خیلی روحانی هستی ولی نیستی، گناه از داخل، گناه مثل یه سرطانی میمونه که آدم خدایی نکرده میگیره، خودشم نمیدونه که سرطان داره، فکر میکنه خیلی سالمه. گناه برای همه ما آمد، برای اینه که خداوند شیریجه زد توی منجلاب گناهی که ما خودمون درست کردیم. توی انجیل میگه که تمام گناهای دنیا همش رفت روی عیسی مسیح پسر خداوندی که خود خداوند شیریجه زد اومد روی زمین، از طریق عیسی مسیح خودش رو این شکلی به ما نشون داد که خیلی ها زدنش و کتک زدنش و خونش هم بیختن، اون خونش الان امروز من و شما رو پاک میکنه.
من امروز به فروزان جان داشتم میگفتم و به فرزان خانم داشتم میگفتم که بابا من خود من وقتی قلبم رو دادم به عیسی مسیح، خود من اینقدر آتشی بودم، آتشی نه دو آتشی بعد آتشی خداوند، آتشی که عشق اون داشتم میسوختم، حرارتش اینقدر زیاد بود. تو برنامه قبلی هم گفتم دستمو میذارم شبا این شکلی میخوابیدم، اینقدر تو این دست من حرارت بود. خداوند این شکلیه. مثلا یادم رفت چی میخواستم بگم که اینو گفتم. آها، من خیلی آتشی بودم، مثلا بچهای دیگر رو نگاه میکردم و بچهای مسیحی دیگه میگفتم اینا مثلا چه اینقدر آتشی نیستن. یه روزی توی خیابونی تو نیویورک داشتم رد میشدم، انگار که تمام اون آتشی که نسبت به خداوند داشتم، اون علاقه‌ای که داشتم، همش پوف شد رفت رو هوا. اصلا مات شده بودم. خدایا یعنی چی؟ چی شد؟ من داشتم قدم میزدم، یه دفعه هر عشق و علاقه‌ای که نسبت به خودت داشتم پرید رفت. بعد از 2 دقیقه اون عشق و علاقه دوباره اومد، انگار نفس کشیدم، یکی وارد من شد. خداوند تو دل من انداخت، گفت اون فیض من بود که من بهت دادم. مواظب باش با بچهای من چه جوری حرف میزنی، چون اگر این فیض رو من بهت نمیداده بودم، تو نمیتونستی انقدر من رو دوست داشته باشی. خب اون به من نشون داد که من حتی برای دوست داشتن به خداوند احتیاج دارم که فیضش رو به من بده. خود پتروس خداوند رو 2 بار 3 بار چیکار کرد؟ رد کرد. یعنی بعد از اینکه عیسی مسیح رو گرفتن گفت اصلا من همچین کسی رو نمیشناسم. حالا دیگه اگه فوش لعنت هم داده باشه خودش میدونه، اینجا نوشته نیست. گفت من نمیشناسم. که بعد عیسی مسیح اومد گفت من کلیسام رو تو بنا میکنم. به روشم نیاورد که آقا مثلا تو چرا این کارو کردی. پس فیض خداونده. همچین خداوندی البته که زندگی خودمون رو میدیم دستش، البته که هیچ جنگ دیگه‌ای نمیتونه بیاد از داخل ما رو خفه کنه، از ترس خفه بشیم. میگیم خداوند جهان رو داریم، نه که خداوندی که اون بالا نشسته، خداوندی که شیرجه میزنه تو اون چاه منجلاب، میگه بچه من افتاد، هر کسی رو فرستادم نتونست درش بیاره، یه خورده اومد بالا، هر دوتاشون افتادن پایین. خودم الان میرم، خودم بچه‌مو میارم بیرون، خودم بچه‌مو تمیز میکنم، بچه منه. درست من پادشاه پادشاهانم، ولی به جاش که برسه شیرجه‌ام میزنم، کمکم میکنم. یه دقیقه دیگه فاصله داریم. من همیشه گفتم الانم میگم، کوچیک شما هم هستم، ولی اینا درس عشق. دوست دارم که فقط به درس من اینجا نگاه نکنین، فکر نکنین الان دیگه برنامه داره تموم میشه، برنامه الان داره شروع میشه. برنامه شما هستین و خداوند. هر ناراحتی دارین، تو هر جایی که گیر افتادین، فکر میکنین که مثلا توی چاه گیر افتادین، فرق نمیکنه مسلمون هستین، مسیحی هستین، هر کسی هستین، بچه خدایین، خداوند شما رو بچه خودش میکنه. بگین خداوند، کسای دیگر فرستادی، پیغمبرای دیگر فرستادی، کسی کمک نکرد. اینا میگن که میتونی پدر من بشی. من همیشه میگم ما وقتی که خداوند ما رو به فرزندی قبول کرد، وقتی ما به خداوند اختیار کامل زندگیمونو میدیم، اون رو به عنوان پدری قبول میکنیم. به خداوند بگین که ما رو به فرزندی قبول کردی، اینطوری که اینا میگن از طریق عیسی مسیح، ما اختیار زندگی خودمون رو به دستت میدیم و شما رو به عنوان پدری قبول میکنیم. یه پدری که هر جایی که ما افتادیم میاره کمکمون میکنه، جنگم بشه اون پدره با ما هست. حالا یه جنگ هروینه، یا جنگ تریاکه، یا جنگ پوله، یا جنگ تو خاورمیانه. قربون شما برم، خدا نگهدار شما. برین با پدر خودتون وقت صرف کنین. آمین.